ضربه کورنر برای تیم استقلال فرستاده میشه، بلند به روی دروازه، خروج محمد رشید مزایری، علی حمام اونجا یه موقعیت برای کرار جاسم که عنوان کرده بود گل پیروزی بخش استقلال رو امروز به ثمر خواهد رسوند. از سمت راست حسنزاده حرکتی رو شروع میکنه، خود حسنزاده حالا میزنه داخل محوطه جریمه، فرصت برای زوباهن و توپی که برگشت داده میشه، دید دوربین های تلویزیونی به هر حال دور نمونه. کرار داخل محوطه، آفسایدی نیست، یه چرخش قشنگ و توی دروازه، گل برای استقلال. آرش برهانی در دقیقه هفتم نتیجه رو یک بار صفر میکنه. اشاره کردم این بازی خیلی با احتیاط همراه نیست. پاس او برای آرش برهانی، حالا نمیدونم دقیقا آفساید بود یا نبود، این رو باید کارشناسان از داوری خیال عمل رو راحت بکنن. آرش برهانی وقتی توپ بهش رسید عقبتر از مدافع زبان بود، در واقع میتونیم بگیم در آفساید نبود. کرار جاسم پاس گل قشنگی داد، یک ضربه باز هم از یارانه استقلال و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. هادی محمدی توپ رو برمیگردونه، سانتوس دفعه ناقص، بازم یاران استقلال، کرار جاسم روی پای چم حالا میزنه و گل دوم، گل دوم در دقیقه 23، نتیجه 2-0 میشه. کرار جاسم و خوشحالی امیر قلعه نویی. زوباهن در خانه تا بدینجا در حد انتظارات ظاهر نشده. کرار جاسم چقدر خط دفاعی زوباهن ضعیف عمل کرد روی این توپ و دور از دستان محمد رشید مظاهری. هادی محمدی رو ببینید و این کرار جاسم که آماده ی آماده است. حالا زوباهن دیگه شاید سراپا حمله بشه داخل محوطه، حسنزاده به دنبال بازیکن، حالا یه ارسال به روی دروازه، یک ضربه و چه گل قشنگی، قاسم دهنوی، چه فوتبال جذابی رو شاهدیم. و هم میبینیم این ارسال، این ضربه پای چپ دهنوی که دروازه رو فرو ریخت و فروزان تسلیم شد. رجب‌زاده، مسلمان، خود محسن مسلمان جلو میاد، روی پای چپ میتونه بزنه، حالا این کار رو انجام میده و باز هم فروزان توپ رو میگیره. استقلال 2 زوباهن 1.